جنگ گورکا بر سر توافق نامه زهرالود اتمی و زوزه های وحشت علیه مجاهدین اتحادیه اروپا علیه نظام اعلامیه صادر می کند و مجاهدین را که بیش از 17000 هزار نفر را از نظام کشتند مورد حمایت قرار می دهد. وزارت دارایی انگلیس 15 مقام نظام را از ورود به انگلستان منع می کند. حمله خبرگزاری نیروی تروریستی قدس به آخوند روحانی رئیس جمهور گویا هنوز در دوران ستمشاهی نفس می کشد که فقط با زبان تهدید حرف میزند. زند. می توان کار را به کسانی واگذار کرد که از شیخ حسن روحانی برای تسلیم پذیری، زلت پذیری و در یک کلمه وادادگی بیشتر مهارت دارند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس آخون روحانی را به خاطر صحبتهایش در دانشگاه مورد حمله قرار داد و نوشت. در طی این مدت اتحادیه اروپا علیه نظام اعلامیه صادر می کند. مجاهدین را که بیش از 17 هزار نفر را از نظام کشتهاند مورد حمایت قرار می دهد. وزارت دارایی انگلیس 15 مقام نظام را از ورود به انگلستان منع می کند. آقای رئیس جمهور به گونه ای از تعامل سخن می گوید که انگار جهان استکباری گوش به زنگ تعامل با نظام است و هرگاه نظام به قصد تعامل بر سر میز مذاکره برود طرف مقابل هم بیچون و چرا به همین قصد به پای میز مذاکره می نشیند. آقای رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی به خود بالیدند که بله دولت راه این تعامل را میشناسد انگار راه جدیدی را کشف و ابداع کردند که دیگران را توان آن نباشد می توان کار را به کسانی واگذار کرد که بی تردید از جناب آقای دکتر شیخ حسن روحانی برای تسلیم پذیری، زلت پذیری و در یک کلمه وادادگی بیشتر مهارت دارند و صد البته به علت کارشناسی و آزمودگی در این تعامل یک و زلت کمتر از جناب رئیس جمهور تازه کار کلاه بر سرشان می رود و شاید در برابر تقدیم و تسلیم همه سرمایه های ملی این گونه دست خالی باز نگردند و بیشتر از پستانکی که امروز رئیس جمهور برای ملت ما برمغان آوردند صدقه و صدقاتی از دشمن باز ستانند. آقای رئیس جمهور گویا هنوز در حال و هوای دوران ستمشاهی نفس میکشند و اندیشه می کنند که در سخنرانی ها و گفتگوها تلاش دارند با تهدید و تهمت منتقدان را مرعوب کنند و صحنه بیرون برانند. روزی آنان را مشتی بی سواد می خوانند که از جای دیگر دستور می گیرند و امروز نیز برای آنان خط و نشان می کشند و تهمت می زنند که بله برخی نمی خواهند تحریم ها شکسته شود. نیروهای نظام با معذرت گوسفند نیستند که برخی از دولت مردان بخواهند به هر قیمتی برای آنان آب و علف فراهم کنند اکنون رئیس جمهور را چه شده است که تحمل نقد و نظر انتقاد کنندگان را ندارند و با توقیف و تهدید و داغ و درفش موضع میگیرند لیکن در برابر اربده کشی ها و رجزخانی های تحقیرامیز و احانتبار دشمنان و جهانخواران علیه نظام نفس نمی کشند و دم فرو بستند. پاسخهای باند رفسنجانی روحانی تا کنون درهای دیپلماسی ما بسته بود و ما زیانهای زیادی دیدیم یک روز بعد از اینکه عناصر باند خامنه ای گرد همایی خود به نام دلواپسیم را برگزار کردند از صبح یک شنبه باند رقیب شروع به لشکرکشی علیه آن نمود و باند رقیب را مورد حمله خود قرار داد پیرمعزن عضو مجلس آخوندی از اردبیل دلواپسی منتقدان ژنو به خاطر دلواپسی های جناهی، گروهی و باندی می باشد که از ترس موفقیت های دولت در دل آنها ایجاد شده است. ناشی از حسادت نسبت به موفقیت های دولت جدید است. خبرگزاری رسمی رژیم این دلواپسی ها هیچگاه در زمان صدور شش قطنامه نابجای شورای امنیت سازمان ملل همچون 1696، 1737، 1747 1803 1835 1929 که از نظر رئیس جمهوری وقت کاغذ پاره بیش نبود مشاهده نشد این عده از منتقدان که بارها به بی اطلاعی خود از مفاد توافق ژنو اذعان کرده اند همین امر را بهانه برای کشاندن رئیس تیم مذاکره کننده به مجلس قرار داده بودند پزشکیان عضو مجلس آخوندی از باند رفسنجانی من نمیدانم چرا زمان احمدی نژاد که این همه بلا سر ملت آمد هیچ کس دلواپس نشد ای کاش به همه اجازه میدادند اگر دلواپس شدن راه پیمایی کنند و حرف بزنند نه اینکه ادعی که همیشه اجازه حرف زدن دارند حرف بزنند و بعدش هم بگوین نمیگذارند که حرفمان را بزنیم کواکبیان عضو سابق مجلس آخوندی این دوستان هیچ در چنته ندارند و در بهترین حالت میخواهند وقت تلف کردن هستهی دوران قبل را پیشنهاد بدهند. حسن بهشتی پور به اصطلاح کارشناس مسائل بین المللی تحریم ها طی مذاکرات گذشته یکی پس از دیگری اعمال شده و نباید انتظار داشت به سرعت این تحریم ها لغو شود چرا که این توقع منطقی نیست سایت حکومتی وابسته به با آخوند جنایتکار پور محمدی وزیر دادگستری آخوند روحانی منتقدان روحانی در همایش دلواپسان همانطور که پیش از آن اعلام شده بود رنگوبو و جنسی از جنس حامیان وفادار احمدی نژاد و طرفداران تفکر مصباح داشتند بهره برداری سیاسی از بیانات رهبری برای فشار آوردن بر دولت و در رأس آن تیم مذاکره کننده هسته‌ای شاه بیت سخنان سخنرانان این مراسم بود به رغم آنکه شرکت کنندگان در مراسم دیروز اصرار داشتند احمدی نژادی نیستند و تنها منتقد دلسوز دولت هستند اما پشت پرده و سرچشمه را باید در تحرکات و برنامه ریزی های نزدیکان احمدی نژاد چون الهام و جوان فکر جستجو کرد هر اندازه روحانی بر مدار نجابت و صبر حرکت می کند تندروها بی پرواتر و عصبانیتر می شوند. افراتیونی منتقد که آشکارا دلواپس جایگاه متزلزل و رو به زوالشان در سپهر سیاست ایران هستند و به هر شیوهی برای عصبانی کردن روحانی و به هاشی راندن او و دولت مردانش متوسل می شوند.